درود و وقت بخیر. با سرویس خبری ساعت 6 هزار ورد با من ریحان عرابی و همکارم بلقیس بهار خوش آمدید. در نخست سرخط خبرها. طالبان دکانهای دست کم 40 باشنده کاپیسا را به اتهام ترک نماز بستند. هشدار طالبان به نیروهایشان. از تعینات در اداره استخبارات طالبان خبر نشر نکنید. استخبارات طالبان در کابل جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل سیاسی را بازداشت کرد. کلید سفارت افغانستان در لندن به وزارت خارجه بریتانیا سپرده شد. جبهه آزادی. 3 عضو طالبان در یک حمله در کابل کشته شدند. و خبر اخیر این که وزیر دفاع پیشین ژاپن نخست وزیر جدید این کشور خواهد شد. منابع محلی می گویند که طالبان دکانهای دست کم 40 تن از باشندگان ولایت کاپیسا را به اتهام ترک نماز ظهر مسدود کردند. منابع روز جمعه 6 میزان به هزار ورد گفتند که طالبان برای 3 روز در اوایل هفته جاری دکانهای بازار ده بابا علی در مرکز کاپیسا را بسته بودند. به گفته منابع در این مدت به دکانداران بازار ده بابا علی خسارات مالی وارد شده است. همچنان طالبان به بهانه های مختلف باشندگان و دکانداران این منطقه را مورد آزار و اذیت قرار می دهند. طالبان تا کنون در این مورد اظهار نظر نکردند. پیش از این ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان در برخی مناطق شهروندان را مجبور به حضور در مساجد و برخی افراد را بازداشت و تنبیه کرده بودند. منابع معتبر از جنوب غرب کشور تایید کردند که استخبارات طالبان به مقام‌ها و نیروهای این گروه هشدار داده است تا تعییناتشان را در این اداره در شبکه‌های اجتماعی نشر نکنند. منابع روز پنجشنبه 5 میزان به هزار آورد تایید کردند که استخبارات طالبان در جنوب غرب کشور به مقام‌ها و نیروهای این گروه هشدار داده است تا پس از این از تعیینات در این اداره این گروه خبر و تصاویر نشر نکنند. استخبارات طالبان افزوده است که در صورت تخلف از این دستور نیروهای متخلف این گروه مجازات می شوند. طالبان تا کنون به گونه رسمی در این باره چیزی نگفتند. این در حالی است که پیش از این جبهه های مخالف طالبان بارها از حمله بر اعضای استخبارات این گروه در شماری از ولایت ها به ویژه کابل خبر داده بودند. منابع معتبر به هزار ورد خبر دادند که استخبارات طالبان جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل سیاسی را در کابل بازداشت کرده است. و گفته منابع آقای کوهستانی روز پنجشنبه 5 میزان در منطقه سرای شمالی کابل توسط طالبان گرفتار شد. تا کنون طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده و معلوم نیست که آقای کوهستانی به چی دلیلی بازداشت شده است. جاوید کوهستانی پیش از ورود طالبان به کابل با تحلیل مسائل سیاسی و نظامی در بحث‌های تلویزیونی می پرداخت. او از معدود فعالان سیاسی است که بعد از اسد 1400 از افغانستان خارج نشده است. منابع به هزار آورد خبر دادند که سفارت افغانستان در لندن روز جمعه 6 میزان رسماً بسته شد. زلمه رسول، سفیر افغانستان روز جمعه 16 سنبله به وزارت خارجه بریتانیا دعوت شد و از او خواسته شد تا دروازه سفارت افغانستان را ببندد. طالبان پیشتر پس از ماها تلاش برای واردار کردن سفارت افغانستان در لندن برای تعامل و همکاری با وزارت خارجه این گروه اعلام کرد که خدمات کنسولی این سفارت فاقد اعتبار است. به نظر می رسد که این اقدام طالبان بر تصمیم حکومت بریتانیا برای بستن سفارت موثر بوده است. این وزارت با کارمندان سفارت افغانستان 90 روز مهلت داده تا خاک بریتانیا را ترک کنند یا در این کشور بمانند. وزارت خارجه بریتانیا گفته است که امور سفارت به نمایندگان طالبان
واگذار نخواهد شد و فعلا سفارت تعطیل خواهد بود. بریتانیا یک از کشورهای اروپایی با جمعیت بالای مهاجران افغان است. بسشتن سفارت دسترسی این مهاجران به خدمات قنسولی مانند تهیه و کالت خط برای تقسیم جایدادها را دشوار می‌کند. طالبان از افغان‌های مقیم بریتانیا خواسته است برای دسترسی به خدمات قنسولی به سفارت‌هایی که با این گروه در اروپا همکاری دارند مراجعه. جبهه آزادی افغانستان می گوید که نیروهایش در حمله به یک قرارگاه طالبان در کابل 3 عضو این گروه را کشته و 2 عضو دیگر آنان را زخمی کردند. این جبهه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این حمله شام پنجشنبه 5 سنباله بر یک قرارگاه طالبان در شهرک سید جمال الدین افغان در منطقه ارزان قمت حوزه 12 شهر کابل انجام شده است. جبهه آزادی افغانستان در مورد تلفات احتمالی نیروهایش در این حمله چیزی نگفته است. مسئولان امنیتی طالبان تا کنون در مورد این حمله اظهار نظر نکردند. جبهه آزادی افغانستان پیش از این نیز بارها از حملات علیه طالبان در کابل خبر داده است. شیگرو ایشیبا وزیر دفاع پیشین ژاپن در رقابت رهبری حزب لیبرال دموکرات به پیروزی رسید و نخست وزیر آینده این کشور خواهد شد. رویترز روز جمعه 27 سپتامبر گزارش داده که این انتخابات درون حزبی در پی استعفای فومیو کیشیدیا از رهبر حزب حاکم دموکرات لیبرال برگزار شده است. فومیو کیشیدیا چند ماه پیش به دلیل نگرانی از افزایش هزینه‌ها در ژاپن از سمت نخست وزیری کنار رفته بود. شیگرو ایشیبیا در حال نخست وزیر ژاپن خواهد شد که این کشور به شدت نگران فعالیت‌های تهدیدآمیز امنیتی چین و کره شمالی در شرق آسیای میانه است. این بود اخبار این ساعت. تا درود دیگر، بدرود.